اولین امتحانه، آخرین ترمه، تئوری کارشناسی بیهوشیمو دارم میدم. ببینیم داستان چقدر میشه. فعلا یکی از بچه‌ها یک کامنت جالبی گذاشته بود. از این به بعد پام توی هر کدوم از ویدیوها یه دو سه تا کامنت های ویدیو قبلی رو جواب بدیم. و دوباره اتوبوس. کی من از شر اتوبوس ها راحت میشم خدا میدونه. برگردیم دانشگاه. از من به شما نصیحت، تا جایی که میتونید جمعه ها سوار اتوبوس نشید. خیلی طول میکشه، خیلی خیلی زیاد. ای چطور رفاق؟ دیروز که در رو وا کردم اومدم تو، اینقدر خسته و له بودم که بودم مثلا یه نیم ساعت خوابیدم. بعد میلاد از اون طرف اومد گفتش که وقتی بریم باشگاه. رفتیم یه باشگاه سریع صرفا جهت شوک دادن به بدن. بعدش نشستیم به انیمه دیدن. آقا دوباره انیمه گرفتنش گرفته بود و نشستیم دوباره اتاک آن تایتان دید. حالا بگذر، دیشب من نرسیدم دیگه بخونم. و دیسکلیمر، امروز 21 خرداد 1401 ما وقتی که میام دانشگاه، خب از ترم 1 تا ترم 6 خب تئوری داریم، یعنی درس میدن، میخونیم، امتحانه کتبی شفاهی، حالا هر طوری که هست. در حینش سری کارآموزی هم هست. ترم 7 و ترم 8 فقط میشه کارورزی، فقط میشه شیفت بیمارستان، یعنی عملا میشه یکی از کادر بیمارستان و میری اونجا و شروع میکنی جدی کار کردن. جدی، حالا به غیر از اون کارآموزی، توی کارآموزی یاد میگیری که چیکار بکنی، اینجا دیگه مستقل خودت باید بری کار. حالا الان ما ترم 6 و امتحانات پایان ترممون شروع شده. از الان 21 تا 15 تیر ادامه داره این داستان. حالا داستان اصلی اینه که این امتحانایی که من دارم میدن آخرین امتحانای تئوریمه، یعنی دیگه تموم شد، یعنی دیگه امتحان دادن دیگه داره تموم شد، یعنی هنوز که تموم نشده، یه 5 6 تا امتحان هست و ببینیم بعد تموم میشه. این از این. الان ساعت 11:15 دقیقه، ساعت 1:30 من امتحان دارم. خب هیچی که نه، چرا ازش خوندم ولی نه خیلی، ولی هم نگرانش نیستم، یعنی آره خیلی نگرانش نیستم. یه سری نمونه سوال دارم که خود استاد گفته، اونا رو میخوام بشینم بخونم. و نمیدونم چرا صبح که بیدار شدم وضعیت رو که میبینی، دماغ گرفته، کیپ، سر و مغز کیپ، و یه دونه کولاکس رفتم بالا به امید اینکه مقدار وضعیتمون استیبل تر بشه. نمیدونم چرا هر وقت از یه شهری میرم به شهر دیگه کل سیستم هم میریزه به هم. برو مهدی میوته بازیه امروز. سلام کن میوت. خب آقا امروز ما امتحان تاریخ تحلیلی صد اسلام داریم، کتاب بزرگوار. جاشون خالی بریم امتحان بدیم و برگردیم ببینیم که چی میشه. خدا بزرگه. مهدی هم سر همین قضیه میوته، الان خونده پر میترسه یک کلم حرف بزن همش بریزه، قشنگ معلومه. فعلا بریم و بیایم. اگه تا اینجا کار ویدیو رو خوشتون اومد، ازش باش حال کردید، حتما لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیوهای بعدی که میاد نوتیفیکیشنش براتون بیاد، و یه کامنت انگلیسی هم برام بنویسید که سابتون نپره. بریم امتحان بدیم.
داستانش رو قرار میشه. فعلا امتحان 28 تا سوال تستی داشت، 4 تا سوال تشریحی داشت و 30 دقیقه هم زمان داده بود براش که من حدودا 10 دقیقه زمان اضافه بردم. خوب بود. خاطر نگاری ها. خاطر نگاری. خب الان امتحان دادیم. اومدیم بیرون. مهدی همچنان میوته این دفعه به خاطر رضایت از امتحان. نگاه رضایت بستنی تا نشون بده، بستنی رضایت اینا رو داره همه رو میبینه. الان اومدیم محل مطالعه برادران، نشستیم داریم بستنی میخوریم، به آینده و کارهایی که میخوایم بکنیم فکر میکنیم و از طرف به امتحان فردا من که امتحان آزمایشگاه هورمون شناسی دارم و نمیدونم باید چیکار کنم و فکر میکنیم به خاطر اینکه همون موقعی که اومدم دانشگاه تصمیم بر این بود که امتحانو بدم و برگردم، دیگه لباس با خودم خیلی نیاورده بودم، مثلا چیز خاصی با خودم نیاورده بودم، بنابراین باید برگردیم خونه یه مقدار چیل کنیم، بعد دوباره سه شنبه با برگردیم دانشگاه. چه شود؟ بحث امتحان فعلا داغه، چون توی مدت امتحان هایی ویدیوهای ویدیو هم شدیدن اومده پایین، میبینم همتون دارید درس میخونید، آفرین آفرین. طوری نیست، شما ویدیو من رو نبینید پیجاش بشینید درس بخونید، ایرادی نداره. یکی از بچه‌ها یک کامنت جالبی گذاشته بود، از این به بعد یه همچین حرکتی میخوام بزنم، میخوام توی هر کدوم از ویدیوها یه دو سه تا کامنت های ویدیو قبلی رو جواب بدیم. نظرتون به نظر میده خوبی؟ خب میگه که سلام، چطوری تمرکز میکنی و اینکه چطوری توی یه بند بدون بلند شدن از میز مطالعه درس میخونی؟ مشکل من اینه که نمیتونم چند ساعت تمرکز کنم یا خودم بخونم، صرفا دوستانم یه نفر بهم آموزش بده. و اینکه چطوری با تمرکز بدون استرس درس میخونی میشه به منم یاد بدی؟ ببین شماره یک، اگه فکر میکنی که من میشینم مثلا دو سه ساعت گیوتینی مثلا درس میخونم، منم این شکلی نیستم. بهترین روشی که برای درس خوندن وجود داره سیستم تکنیک پومودوروه. قبلا تکنیک پومودورو رو توضیح داده بودم، لینک ویدیوش رو این بالا میذارم، حتما اون ویدیو رو نگاه بکنید. اما داستان اصلی این شکلیه، ببین وقتی که نفر میخواد یه بازه دو ساعتی درس بخونه، خب این که انتظار داشته باشیم که در طی این دو ساعت بتونه تمرکز خودش رو نگه داره و با بازدهی بالا درس بخونه، یه مقدار دور از ذهنه و یه مقدار دور از منطقه. تایم های کوچیک برای استراحت و ریکاوری نیاز داره بدن. بر این اساس تکنیک پومودورو این شکلی کار میکنه که شما میشینی سر درس، خب 15 دقیقه درس میخونی و بعد 5 دقیقه استراحت میکنی. 5 دقیقه استراحت یعنی چی؟ یعنی نه اینکه بری سراغ موبایلت یا بری بازی بکنی، نه، از فضای مطالعه دور میشی، یه چیزی میخوری، یه آبی به دست و صورتت میزنی، یه مقدار میچرخی، از فضای مطالعه باید خودت رو دور بکنی اون 5 دقیقه. بعد از اینکه 5 دقیقه تموم شد دوباره برمیگردی و 15 دقیقه دوم رو میخونی و این روند رو، این سیکل رو تا 4 تا 15 دقیقه ادامه میدی که بشه 1 ساعت. استراحت بعد از 15 دقیقه چهارم باید بلندتر باشه. بعضی از اوقات هم آقا عشق هم میکشه به جا 15 دقیقه، به جا 5 دقیقه 2 دقیقه استراحت میکنم، انرژیشو دارم. بعضی از اوقات یکی از استراحت‌ها رو اسکیپ میکنم، به جای 15 دقیقه نیم ساعت درس میخونم، بعد یه دونه استراحت میکنم. این دیگه بسته به شرایط خودتونه و اینکه ببینید چه شکلی برای خودتون آپتیموم تره، بهینه تره و چه شکلی باهاش حال میکنید. فعلا تا همینجا کافی، اگه نکته دیگه ای به ذهنم رسید براتون میگم. برو بریم. خودت رو خواهد دید.